با سلام به بینندگان کانال جدید، من ساناز سینایی به همراه همکارم آسو اسدی این برنامه از نگارزو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع برنامه امروز ما حقوق بشر و سنت نبوی پیامبر اسلام هستش. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارش جدید خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران به کمیته مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. او در این گزارش ضمن ابراز نگرانی نسبت به تداوم نقض حقوق اقلیت‌های قومی و دینی، سرکوب کارگران، وکلا و مخالفان حجاب اجباری گفته که سال گذشته دست کم 7 زندانی زیر 18 سال و سال جاری 2 نوجوان اعدام شدند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی حکومت اسلامی در واکنش به این گزارش گفته که حکومت ما مبتنی بر شریعت و سنت نبوی هستش و به هیچ عنوان از مبانی دینی خود دست بر نمی‌داریم. در همین رابطه با مهمان برنامه امروزمون شهاب بهرامی به گفتگو میشینیم. سلام به برنامه ما، خوش اومدین. منم سلام عرض میکنم، متشکرم. از واکنش رئیسی شروع کنیم. او از سنت نبوی و مبانی دینی صحبت میکنه. به نظر شما آیا رئیسی فکر میکنه با این صحبت ها میتونه همدلی مردم رو با حکومت به دست بیاره؟ خب به اینجا که خودشون هم میدونن که همچین چیزی نیست، مردم در انتظار لحظه ای هم که اینا رو با مذهب و دین و مساجدشون به زیر بکشن. خودشون نفرت مردم رو میدونن و میدونن که پاشون لبه گوره و هیچ شانسی ندارن، دست و پا زدن های آخرشونه. نمونه عراق و لبنان که در این چند هفته ما شاهدش بودیم، در واقع پاسخ مردم ایران هم به جوری به رژیم جمهوری اسلامی است. اما اجازه بدین راجع به این سنت نبوی که گفته من یکی دو نکته رو بگم. خب راست میگه، سنت نبوی سنت محمد بوده، به ویژه وقتی که محمد میره مدینه و اونجا قدرت میگیره. این اسناد تاریخی که هست از خود منابع اسلامی، خیلی شاید بدونین مشهورترینش تاریخ طبریه. اونجا به طور واضح اشاره کرده که محمد چجوری دستور قتل عام کسایی که مسلمون نشدن و میاره. 700 نفر از طایفه بنی قریظه رو گردن زد، زناشون رو به بردگی جنسی در واقع گرفت کنه و کودکانشون رو، مردانشون رو سر برید. و در واقع پیامی که اول داد، پیام غارت و دزدی و چپاول و قتل، با جنگ بدر شروع شد که این شد اصلا بر پرچم ایدئولوژی اسلام نقش بسته. تا امروز می‌بینیم داعش و طالبان و همه این جک و جونورهای اسلامی و در رأسشون جمهوری اسلامی از این سنت محمدی یا سنت نبوی به اصطلاح حمایت کردن و ازش پیروی کردن. ولی خود اینا میدونن که مذهب الان فقط وسیله برای تحمیق و سرکوب، بلکه وسیله که دیگه اسلحه‌ای که زنگ زده و اینا با پناه بردن به اسلام، حتی سطر اسلام، سطر محمدی، هیچ شانسی برای بقا ندارن. اینا همش یه مشت آدمای مفقر و دزد و لومپن. هم ببین نمونه شون همین آقای مطهری چند روز پیش در یک جلسه ای که با دانشجو بود، برمیگرده به خانم دانشجو میگه من قرص بارداری هم همراه مگه نیاز داری؟ وقاحت اسلامی واقعا هیچ عرض و مردی نداره، حالا چه در مجلس نشسته باشه و چه روی منبر باشه. اینا هیچ شانسی ندارن و عرض کردم مردم فریب دیگه این داستان ها رو نمیخورن. ابراهیم رئیسی میگه این گزارش مورد نظر از منابع ناسالم و معاند گرفته شده. به نظر شما این باعث نمیشه که بیطرفی این گزارش زیر سوال بره، چون رئیسی میگه که از منابع بیطرف تهیه نشده؟ آقا اگه کسی دیگه ای بود غیر از رئیسی که خودش سالها در سرکوب و جنایت و یکی از مامورای بالای امنیتی رژیم بوده فرق میکرد، ولی یه همچین شخصی هیچ اعتباری نداره که آدم بخواد به حرفش توجه کنه که ببینه آیا این منابع درست بودن یا نه. فرقی نمیکنه، نه حتی منابع از درون خودشون هم باشه، یک ذره زاویه داشته با خودشون، اون منبع رو قبول ندارن و میگن آمریکایی، اسرائیلی و هزار تا انگ دیگه بهش میزنن. توی تاریخ جمهوری اسلامی مشخص بوده
شما اگه نگاه کنین بعد از به اصطلاح تقریبا تثبیت شدن جمهوری اسلامی و سرکوبای 60 و سال 67 و اینا، گالین دوپول چندین بار تلاش کرد، گزارشگر سازمان ملل بود، بیاد به ایران، زندان رو اجازه ندادن بهش. مصوبه پشت مصوبه تو مجلس شورای اسلامی تصویب میشد و که جلوگیری کنن و نتونن گزارشگران سازمان ملل بیان اونجا و از جنایت های جمهوری اسلامی بسه گزارش تهیه کنن. احمد شهید نفر بعدی بود که قبل از این آقای جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل بود، خیلی تلاش کرد، اسناد خیلی خوبی رو جمع کرد از طریق اپوزیسیون و قربانیان خانواده و بازماندگان قربانیان جنایت جمهوری اسلامی، ولی دست اونم به جایی نرسید. و آخریش هم که همین آقای جاوید رحمان هست، منابعشون قطعا درسته، این یک قطره ای از دریایی از جنایت جمهوری اسلامی که خب مردم راستش دیگه احتیاجی ندارن به شنیدن اینا، چون مردم همه چیز رو میدونن، همه چیز رو دیدن. ولی اگه کسی باید به چیزی شک کنه، در واقع سراپای این موجودات عجیب غریب و قاتلیه که سرنوشت 80 میلیون نفر در ایران فعلا در دستشون دارن. جنایت بیشمار علیه مردم ایران کاملا مشهوده. آیا این شرایط باعث سکوت مردم در برابر فلاکتی که بر زندگیشون حاکم هست نشده؟ خب از همون سوالتون آدم میتونه نتیجه بگیره، میشه دو تا نکتهش انگشت گذاشت. یکی سرکوب و جنایت بی حد و حصره که خب بالاخره توی دوره‌ای و توی زمان مشخصی تأثیر میذاره، مرعوب میکنه مردمو، و یکی هم فقر و فلاکت شدید. چنان شرایطی رو برای مردم وجود آوردن که مردم فکر نکنن برای آینده خودشون، چنان نون مردم رو گروگان گرفتن که مردم نتونن دست به اعتراض بزنن. ولی خب اینم یه حدی داره، تو یه فنه رو خیلی خیلی که جمع کنی، وقتی یه ذره دست رو شروع کنی، فنر میپره و به جای اولیش بر نمیگرده. به همین منوال هم شرایط توی ایران الان طوری هست که مردم دیگه از اون مرحله عبور کردن، نه سرکوب پاسخ میده، نه تبعیض پاسخ میده، نه جنایت و زندان، و نه حتی فقر و فلاکت عمومی که مستولی شده به جامعه، اینا هم دیگه پاسخ بزر نیازهای جمهوری اسلامی رو نمیده. و بله بفهمید. نکته آخر این بود، در رابطه این بود که مالا اگه فرصت بشه اشاره میکنم به اینکه چه کار باید که از این شرایط در اومد و اینا، بس به هم میگرده به رهبری این اعتراضات. خواستم اینو بگم که الان ما میبینیم توی عراق و لبنان، حتی مشخصا عراق، سرکوب های قومی و مذهبی و که مشخصا از طریق رژیم دولت عراق بوده و فقر و فلاکت شدیدی که آورده، پاسخ نداده و مردم الان از اینکه یک ماه تو خیابونن و تا سرنگونی رژیم قصد ندارن به خونه هاشون برگردن. یه حرکت سراسری و متحد علیه دشمن مشترک جمهوری اسلامی هستش، چه مشخصاتی باید داشته باشه و مردم چگونه میتونن جمهوری اسلامی و بیش از گذشته در خلق جنایتی که مرتکب میشه عقب برونن؟ بله، خب با مبارزه متحد و متشکل خودشونه. سال 88 مردم این تجربه رو دارن، سال 78 کمتر بود ولی دیماه 96 اوجش بود و مردم خوشبختانه میگم این تجربه رو دارن، اعتراض متشکل و وسیع میلیونی. و همونطور که باز هم برای چند تومین بار میگم، جنبش اعتراضی وسیع که در واقع یه قیام انقلابیه و امیدوارم به یه انقلاب سراسری منتهی بشه، در عراق در جریانه که این آینه تمامنمای اوضاع سیاسی ایران هست. به این معنی مردم باز هم به خیابونا خواهند آمد، اما برخلاف سال 96 امسال یا در به زودی این امکان وجود داره که مردم با توجه به رهبری رادیکال و انقلابی
بتونه این دعوه اعتراضات خودشو به نتیجه برسونه. حزب ما دم دست آماده است، خودشو برای اون روز آماده میکنه. ما باید تلاش کنیم که مردم ایران، کارگران، دانشجویان، فعالین جنبش اجتماعی حزب خودشون رو انتخاب کنن و حزب کمونیست کارگری رو به عنوان اولین انتخاب و گزینه سیاسی خودشون قبول کنن که این حزب این انقلاب و این جنبش عظیم مردم رو به سرانجام برسونه. در غیاب یک حزب سیاسی، یک رهبری رادیکال انقلابی، چشمانداز زیاد روشنی نه تنها برای ایران بلکه برای عراق و هر جنبش اعتراضی مردم دیگه ای وجود نداره متاسفانه. ولی خوشبختانه میگم شرایط ایران خیلی فرق میکنه و ما این رهبری رو داریم، باید مردم انتخابش کنن. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین. روزتون خوش. خیلی متشکرم. شاد باشید. از اینکه تا پایان برنامه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. امیدواریم این برنامه مورد پسندتون واقع شده باشه. تا نگاهی روز دیگر، برایتان اوقات خوشی رو آرزومندیم.